درود به همه شما همراهان خوب کانال روزنامه ورزش، خیلی خوش اومدید. همین اول ویدیو خیلی سریع بگم، اگه هنوز کانال رو نداری همین الان سابسکرایب کن و اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک کن. دیشب یه ویدیو در مورد فساد توی فوتبال ایران منتشر کردیم و در مورد ادعاهای سنگین عادل فردوسی پور، رضا جاودانی و هیبا یوسفی صحبت کردیم. خیلی واضح توی این برنامه عادل فردوسی پور به صدا و سیما حمله شد و برنامه‌های شب‌های فوتبالی و فوتبال برتر رو زیر سوال بردن. به خصوص هدف برنامه فوتبال برتر محمد حسین میساقی بود. انتظار میرفت که صدا و سیما به این برنامه واکنش نشون بده، اما انقدر زیاد و به این شدت اصلا پیش بینی نمیشد. تو برنامه شبهای فوتبالی با محمد ربیعی تماس گرفته شد و ایشون از خودش درباره این اتهاماتی که بهش وارد شده دفاع کرد، اما دفاعیتش فقط این بود که از این اشخاص شکایت میکنم. دفاع آنچنانی ازش ندیدیم. صحبتاش رو توی ویدیو قبل گذاشتیم، اگه ندیدین حتما بعد از این ویدیو برید ببینید. چیزی که مشخصه، کسی که متهم به همچین فسادها و اختلاسایی میشه به این راحتی این اتهاماتو قبول نمیکنه. مثل اون آقا بود که توی دادگاه گفت این املاکو دوست صمیمیم بهم هدیه داده، من همچین دوستانی دارم. اینجا هم دقیقاً داستان همینه. اگه خداداد افشاریان یا سهیل مهدی رو هم روی خط می آوردن زیر بار همچین اتهاماتی نمیرفتن. همین الانش هم نمیگن ما رشوه گرفتیم، که میگن به ما دستمزد دادن یا هدیه دادن. درسته باید محمد ربیعی از خودش دفاع میکرد، اما طبق صحبتهای رضا جاودانی این اتهامات ثابت شده. مشخصه چه املاکی به نام محمد ربیعی شده. اما شبهای فوتبالی به جای اینکه روبروی محمد ربیعی باشه، ازش بخواد درباره این املاک و اون همه سکه و پول توضیح بخواد، کنارش ایستاده بود. یه طورایی میخواستن از طریق محمد ربیعی استفاده کنن تا ادعاهای جاودانی و فردوسی پور رو زیر سوال ببرن. برای همین ندیدیم که سوال خاصی ازش پرسیده بشه. محمد ربیعی شدیداً تکذیب کرد که از جادوگر استفاده کرده. اما همین فصله که پشت سر گذاشتیم، توی کدوم ورزشگاه بود که توی رختکن پرسپولیس یه تلس پیدا شد؟ مگه فولادشهر نبود؟ مگه بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن نبود؟ چرا شب‌های فوتبالی نباید در مورد همین ابهامات محمد ربیعی رو سوال پیچ کنه؟ همین الان با اینکه اتهامات بزرگی به محمد ربیعی وارده و چند تاش هم ثابت شده، بعضی از رسانه‌ها دارن از محمد ربیعی به عنوان یکی از گزینه‌های سرمربیگری توی پرسپولیس نام میبرن، اونم در کنار اشخاص بزرگی مثل علی دایی و مهدی مهدوی کیا و مربیای بزرگ خارجی. ببینین، وقتی یه مربی که توی این فصل رتبه آنچنان خوبی به دست نیاورده و به تبانی و رشوه دادن به داورم متهم شده، کاندیدای مربیگری توی پرسپولیس میشه. وقتی که این اتفاق میفته، نشون از قدرت نفوذ این شخص داره. قبلا درباره همین چرخش مربی توی لیگ برتر یه ویدیو جدا ساختیم. توضیح دادیم که بعضی از مربی ها به صورت چرخشی انتخاب میشن و با اینکه نتایج ضعیفی به دست میارن دوباره توی لیگ برتر میبینیمشون. اما افرادی مثل فرکی و فرشاد پیوز، مجتبی جباری، کریم باقری، حتی یحیی گل محمدی و علی دایی جاشون توی سطح اول فوتبال ایران خالیه. اما یکی مثل رضا عنایتی که تیم پرستارش مقابل المپیک هنگ کنگ شکست میخوره رو میذارن رو نیمکت پیکان و آخرش هم این تیمو به لیگ یک هدایت میکنه. احتمالاً به زودی خبر سرمربی شدن ایشون رو در هوادار یا یه تیم میانه جدول میشنویم. یا عبدالله ویسی که یکی از عاملین سقوط صنعت نفت آبادان بود رو روی نیمکت تیم بزرگی مثل فولاد میذارن که در انتها با دعا و صلوات با اون همه هزینه سنگین توی لیگ موندگار میشه. برگردیم برنامه شبهای فوتبالی که سعی داشت برنامه فوتبال 360 رو زیر سوال ببره. تو شبهای فوتبالی به جای اینکه بیاد به دنبال ریشه فساد توی فوتبالمون باشه، بیشتر میخواست فردوسی پور رو زیر سوال ببره. برای همین دکتر شهباز که کارشناس حقوقیه رو روی خط برنامه آورد. حالا این آقای شهباز کجای این داستانه؟ خدا میدونه. اصلا چه کمکی به افشای این فساد میکنه؟ بازم خدا میدونه. برای همینه که هیبا یوسفی تاکید کرده بود یه نیروی وجود داره که نمیذاره اسم افراد بیشتری توی این فساد افشا بشه و یه طورایی میخوان ماجرا رو با اسم همین 7 نفر تموم کنن بره. تنها چیزی که میشه گفت، من متعجبم این دوستانی که این صحبت‌ها رو تو فضای مجازی یا حتی جای دیگه مطرح میکنن آگاهی حقوقی ندارن، چون که تا اتهامی به اثبات نرسیده بیان این موضوع و منتسب کردنش به افراد مساق بارز افتراض و این مجازاتش معلوم شده در قانون مجازات اسلامی. مسلما خود این عمل جرمه و به نظر من افرادی که این صحبت رو میکنن یا عامدانه یا ناآگاهانه دارن دامن میزنن به یه جرمی به نام افترا. بله درسته. و این تبعاتش چی میتونه باشه برای فردی که حالا به گفته شما با تفسیر شما چه تبعاتی میتونه براش داشته باشه؟ برای شخصی که اتهام بهش وارد شده یا برای خود اون فردی که این صحبت رو میکنه؟ فردی که صحبت رو مطرح میکنه مسلما افراد میتونن خود اون کسایی که اتهام بهشون وارد شده از دست اون افراد شکایت کیفری کنن مبنی بر افترا و عرضم به حضور نشر اکاذیب پیگیری
کیفری میتونن بکنن. در مورد اتفاقی که افتاده، اینکه اون برگه رو آقا کی دیده غیر از پاسپورت یا اون شخص خدمت شما عرض کنم که قاضی، اینو شما توضیح میدید از کجا میاد بیرون این برگه؟ کلام میگن مثلا 15 تا، چرا 23 تا نه، چرا 10 تا نه، چرا بلید. یعنی این کسی که دقیق در مورد یه عدد صحبت میکنه، ببین من خود اینم فکر میکنم متاسفانه یه خبر فیک پخش میشه، چه اهدافی دنبال این اخبار فیک هستش رو خود اینم قابل تغییر کردنه. چرا میخوان یه خبر فیکی رو بدن یه عده آدم برن دنبال اون موضوع؟ اما اینکه چطور شده، خب این اصلا ما باید ببینیم واقعیت داره تا بگردیم دنبال اینکه چطوری این موضوع اومده بیرون یا نیومده. این خودش باید اصلش اثبات بشه که این برگه ها اصلا اومده بیرون. حالا نحوه بیرون اومدن ممکنه خب پاسپورت قرار عدم دسترسی به پرونده نزده باشه و شکات دسترسی دارن به پرونده، میتونن از پرونده کپی بگیرن. اما اصل این خبر همچنان تایید نشده. بعد یه نکته دیگه، وظیفه رسانه انعکاس اخباره. به هر حال شما خودتون هم مسلط هستین و در تمام کشورهای دنیا رسانه‌ها قوانینی دارن. بله. و اینکه هیچ کس نمیتونه حالا شما در مورد اتهام و اینکه مثلا به یکی اتهام بزنید بدین سند مدرک، این چی میشه داستانش که این اتفاق بیفته؟ خود همین رسانه‌ها، ببینید رسانه‌ها درست وظیفه‌شون پخش خبره. اولا خود خبر هم باید اول اصالتش بررسی بشه. چیزی که متأسفانه ما می‌بینیم جدیداً در فضای مجازی روال شده، اینی که اصلا صحت تخمه خبری رو بررسی نمی‌کنن و رسانه‌ها خبری که از یکی می‌شنون رو میان مطرح می‌کنن. بعضی از رسانه‌ها که اصلا خبر فیک با اهداف خاصی رو مطرح میکنن. همه اینها فراتر از قانون نمیتونه باشه. قانون اینها رو مشخص کرده، تا جرمی به اثبات نرسیده، تا اتهامی به اثبات نرسیده نمیتوانن حتی رسانه‌های خبری هم اون رو در فضای مجازی یا بین اعضای عمومی منتشر شما اون برگه بازی‌های افشاریان یا حالا شخص دیگه که الان آقای میرن گفت هفت مورد خدای تاجم اشاره کردن رو تو فضای مجازی دیدین آقا؟ من هنوز اینو ندیدم، ولی اگر این کامران اتفاق افتاده باشه خود همینم جرمه. فردوسی پور گفت این برنامه بررسی فساد رو با قدرت ادامه میدم، ولی نیاز دارم بعضی ها مجوزها رو به هم بدن تا راحت تر صحبت کنم. اما با توجه به قدرتی که صدا و سیما داره و این گارد محکمی که جلوی برنامه فردوسی پور گرفتن، بعید میدونم بتونه این راهش رو ادامه بده. صدا و سیما توی همین برنامه شبای فوتبالی یه اطلاعیه منتشر کرد که با هم میشنویم. اطلاعیه شورای ورزش سازمان صدا و سیما. بسمه تعالی، در پی اظهارات غیرواقعی مطرح شده در برخی رسانه‌های فضای مجازی به اطلاع عموم این رساند، ضمن تکذیب کامل کلیه موارد ذکر شده توسط آن رسانه‌ها، رسانه ملی پیگیری حقوقی از این افراد و رسانه‌ها را به دلایل تهمت، افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به رسانه ملی و عوامل آن آغاز نموده و موضوع را از مراجع قضایی دنبال و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد. خب فردوسی پور توی برنامهش یکی از برنامه‌ها رو مورد هدف قرار داد. منظورش کل صدا و سیما که نبود. چرا به جای اینکه تهیه کننده این برنامه واکنش نشون بده، صدا و سیما میاد و همچین واکنشی نشون میده؟ میخوام شما جواب این سوالمو توی کامنت‌ها بگید. فکر کنم خیلی واضح باشه. حالا اینو بذاریم کنار. چرا بعد از اینکه از برنامه صدا و سیما دفاع کردید، پیگیری نکردید که داستان این فساد چیه؟ خب شما واقعیت رو به مردم بگید تا ثابت بشه فردوسی پور داره دروغ منتشر می‌کنه. بچه زیاد این داستان رو رنگی نبینید. داستان فقط رشوه دادن به داورا نیستا، خیلی بزرگتر از این حرفاست. داستان اینه که از جیب مردم زده میشه، میره تو جیب جادوگر، مجری برنامه‌ها، بعضی از رسانه‌های ورزشی، مثلا مدیران اون موقع مس، از جیب کارگر زحمتکش برداشته بودن، توی جیب سهیل مهدی و افشاریان و اون جادوگر گذاشتن. اونم نه 100 میلیون و 200 میلیون، بس سر چند میلیارد واسه 3 نفر فقط. این اتفاقات توی تیمای تازه لیگ برتری شده خیلی میفته. برای مثال شاهین بوشهر که سال 88 به لیگ برتر صعود کرده بود، میثم منیعی از مدیرای شاهین یه پول هنگفتی گرفته بود که طالبلو، هادی شکوری و مهدی عبدی و دو سه تا بازیکن دیگر رو به شاهین بیاره و با خودش هم باید قرارداد می‌بستن، که خود میثم منیعی کلاً یه نیمه هم بازی نکرد و بیشتر از همه بازیکن‌ها پول گرفت. یه تعداد زیادی هم بازیکن از لیگ یک به تیم تزریق کردن و تمام بازیکن‌های بومی رو کنار گذاشتن، در حالی که همون بازیکن‌های بومی اگه بازی بهشون می‌رسید، چند تا مهدی طارمی دیگه به فوتبالمون معرفی می‌شد. ولی الان هیچ کدوم مشخص نیست کجان و چی کار میکنن. اما به جایش چند تا بازیکن بی کیفیت به تیم آورده شد. چرا؟ چون دلالا این وسط پول زیادی بهشون میرسید. قرارداد این بازیکنهای لیگ یکی هر کدوم اندازه یه بازیکن تاپ و گرون قیمت استقلال و پرسپولیس بود. حالا شما تصور کن میثم منیعی و هادی شکوری و
بقیه قراردادشون چقدر بود. مهدی طارمی آخرین سالی که شاهین توی لیگ بود چند تا بازی بهش رسید، اونم به خاطر این بود که پول شاهین تموم شده بود و چند تا از بازیکن‌ها قهر کرده بودن و رفته بودن. بعد از اینکه شاهین به خاطر همین داستانا بی پول شد تا دسته 3 سقوط کرد، بعدم کلا منحل شد. این شاهینی که چند سال پیش دوباره به لیگ برتر اومد با اسم شاهین نوین بوشهر، یک سال بعد از انحلال شاهین بوشهر تأسیس شد. بعدش هم شد شاهین شهرداری بوشهر. وقتی شاهین دست شهرداری بوشهر افتاد و به لیگ برتر صعود کرد، دوباره داستان شروع شد. همون داستانه سال 88 تکرار شد. این بار منبع پولا جیب مردم شهر بوشهر و کارکنان شهرداری بوشهر بود. برای مثال یکی از کارمندای شهرداری همون زمان تعریف می‌کرد که هر ماه به بهونه همین شاهین بوشهر حقوقا رو با تأخیر زیاد میدادن. یه بار میگفتن این ما به بازیکن‌ها پول دادیم، حساب خالیه. یه بار میگفتن پول هتل دادیم. اینجا جالب بود. یه بار گفتن که این ما هنوز حقوقا رو نریختن، چون محمود فکری سرمربی اون زمان شاهین قهر کرده، گفته تا پول نریزین من نمیام سر تمرین. حالا از حقوق ما زدن، پول ریختن به حساب محمود فکری، اونم ول کرده رفته، الان تیم سرمربی نداره. برای همینه که میگم کلن داستان رو رنگی نکنین. اصلا داستان فراتر از این حرف هست. فوتبال نهایت نهایت نهایتش یه فانه. سرگرمی برای مردم، قرار نیست از این سرگرمی سوء استفاده بشه و جیب مردم و کارکنان یه کارخونه یا یه سازمان رو بزنن، بریزن تو جیب خودشون یا امثال خودشون. اما بهتون قول میدم یه ویدیو براتون بذاریم، ریز به ریز اشتباهات داوری که سود و زیان استقلال و پرسپولیس بوده رو بررسی کنیم، ببینیم کی بیشتر ضرر کرده. در مورد واکنش و صدا و سیما به اتهاماتی که بهشون زده شده این نکته رو اضافه کنم و بریم سراغ چند خبر. شورای ورزش صدا و سیما تمامی اتهاماتی که بهشون شده رو از بیخوبان تکذیب کرده، اما قاضی زاده هاشمی دبیر شورای نظارت در صدا و سیما گفته مجریان و تهیه کنندگان فاسد در اختیار دادگاه قرار میگیرن. من یکی منتظرم دوشنبه شب شه ببینم واکنش محمد حسین میثاقی چیه. راستی دیشب یه لایو از علی کریمی و مجتبی پوربخش مجری سابق همین شبکه ورزشم توی کانال علی کریمی منتشر شد و اعلام کردن به زودی در مورد موضوعات مهمی صحبت میکنن. علی کریمی خیلی وقت بود که هیچ مصاحبه ای ازش ندیده بودیم. خلاصه این لایو رو با هم ببینیم. و خوشحالم که اینجا هستم. یقینا خیلی خیلی زیاد مردم دلشون برای علی کریمی تنگ شده و من خودم اصلا بیشتر و خیلی خوشحالم که الان دارم زنده میبینمت. در مورد خبری که خب من و شما هفته پیش استوری کردیم و قرار بود که خیلی شفاف با مردم صحبت بکنیم و میخوام از این فرصت استفاده کنیم و بگیم که قرار هستش که چه کاری اتفاق بیفته روی کانال یوتیوب شما که به زودی مردم شاهدش خواهند بود. مشتبه جان، بسی که به لطف شما و صحبتی که با هم کردین قرار شدش که بتونیم صحبتایی که درباره موضوعات مختلف انجام میدیم و توی کانال خودمون انجام بدیم که مردم بدون سانسور، بدون هیچ مشکلی، هیچ دغدغه‌ای صحبتامون رو، نقطه نظرات ما رو بشنون، گوش بکنن و در نهایت هم میگم اون برداشت و اون قضاوت با مخاطبین ما هستش که درباره اون مسئله‌ای که صحبت می‌کنیم چی هست، و امیدوارم که بتونیم برنامه‌های خوبی درست بکنیم. حالا با در مورد همه موضوعات هم صحبت می‌کنیم دیگه، حالا نمی‌تونیم بگیم فقط ورزشی، نمی‌تونیم بگیم فقط سیاسی، نمی‌تونیم بگیم فقط همه اینجا، میگیم همین مسائل رو در بر می‌گیره. اگه تا اینجای ویدیو راضی بودید حتما لایک کنید، اگه هنوز کانال رو ندارید همین الان سابسکرایب کنید. راستی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. خب بریم سراغ خبرهای این روزا. پیروزی 4-1 آرژانتین برابر گواتمالا با دبل مسی و لاوتارو در دیداری تدارکاتی. لیونل مسی 2 گل و 1 پاس در این مسابقه به ثبت رسوند. همچنین فوق ستاره آرژانتینی با 36 سال و 355 روز به مسن‌ترین گلزن تاریخ آرژانتینی‌ها تبدیل شد. در جریان برتری 4-1 تیم ملی آرژانتین برابر گواتمالا، لیونل مسی دبل کرد و شمار گل‌های ملیش رو به عدد 108 رسوند. با توجه به اینکه فیفا تعداد گل‌های زده علی دایی رو عدد 108 محاسبه کرده، مسی حالا به اسطوره فوتبال ایران رسیده. اما در غیر این صورت هم ستاره آرژانتینی تنها به یک گل دیگه برای برابری با شهریار نیاز داره. هم‌اکنون کریستیانو رونالدو با 130 گل بهترین گلزن مسابقات ملی جهان به شمار میره. واکنش عجیب قلعه‌نویی به میانگین سنی بالای تیم ملی. سن یک عدده. ببینید رونالدو با این سن چقدر آماده است.
یه بار میگه سن یه عدده، یه بار میگه داریم یواش یواش بازیکن‌ها رو عوض می‌کنیم، یه بار میگه وظیفه باشگاه جوانگرایی کنن. آخه صحبتاش با کارهایی که میکنه هم خونی نداره. رامین رضاییان بدون شک جز 5 نفر اول لیگ بود. دعوت نکرد به تیم ملی به خاطر سن و سالش. ولی شجاع خلیلزاده 35 ساله رو دعوت میکنه، نمیگه سنش بالاست. روزبه چشمی رو هم دعوت نمیکنه، میگه سنش بالاست. بنده خدا چشمی فقط 30 سالشه. بازیکن توی 30 سالگی به اوج آمادگی میرسه. یا امید آریشا توی نیم فصل دوم فوق‌العاده حاضر شد. دوندگیش هم بی‌نظیر بود. ازش پرسیدن چرا دعوتش نمی‌کنی؟ میگه به خاطر جوانگرایی دعوت نشده. حالا که بازم میانگین سنی بازیکناش زیاد شده، میگه سن یه عدده. ما هیچی نداریم بگیم. فقط باید بهشون بگیم دست شما درد نکنه قربان. شما چه میگید؟ نظراتونو توی کامنت ها بنویسید. گذشته تقابل یک بازی چجوری می‌بینید حالا تا اینجا؟ خب بازی که بازی خوبی بود، تماشاگران اومدن دارن حمایت میکنن، حالا سپاهان هم دقایق پایانی به گل رسید، انشالله که همین روند رو داشته باشن و بتونن به پیروزی دست بیارن. خب ببینید وضعیت خودتون توی روسیه شرایط چجوری، الان لیگ تموم شده برای فصل آینده، برنامه‌تون چجوریه؟ خب بله من فعلا که اورنبرگ هستم، یه قرارداد 3 ساله دارم، ولی پیشنهاداتی هم دارم از تیم‌های دیگه که حالا فعلا تو این یک هفته آینده تصمیم نهایی میگیرم. اینکه میگن از فرانسه هم پیشنهاد داریم، چقدر ساعت داره؟ خب بله یه سری صحبتاش درست، یه سری صحبتاش شده، نامه هم زدن کرد توی باشگاه، فعلا گفتم که هم یه هفته منتظر جواب باشگاه هستیم، انشالله که اتفاقات خوبی. راجع به تیم ملی هم صحبت میکنیم، به هر حال بازی کردی زیر نظر آقای قلعه‌نویی. خب ببینید راجع به تیم ملی هم که اول جا داره تشکر کنم از آقای قلعه‌نویی که این لطفو به جوونا داشتن، این راهو برای جوونا باز کردن، تونستن به تیم ملی راه پیدا کنن. حالا خدا رو شکر می‌کنم که تو بازی ترکمنستان و بازی هنگ کنگ هم تونستم بازی کنم و عمل کردم جوری باشه که نظر سرمربی رو جلب کرده باشه. در حالی که مجری برنامه فوتبال 360 توی پادکست فوتبالی گفته بود مهدی تارتار احتمال خیلی زیاد با فولاد قرارداد بسته، امروز روزنامه فرهیختگان نوشت گل محمدی با فولاد خوزستان توافق کرده. ولی اینم فراموش نکنین که مشکل غیر فوتبالی گل محمدی هنوز برطرف نشده. این خبر خنده دارم بگم، گفته میشه کارلوس کیروش برای سرمربیگری پرسپولیس لینک شده. این خبر رو صدا و سیما منتشر کرده، اما یکی از خبرگزاری ها خبر از توافق پرسپولیس با نبویشا یوویچ داده و او در حال حاضر تبدیل به گزینه اصلی سرمربیگری پرسپولیس شده. این سرمربی قبلا هدایت تیم الاهلی قطر رو بر عهده داشته، همون زمان که شجاع و کنعانی توی الاهلی بودن. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید. ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. خدا نگهدار.